دیروز یکی از این اشعث ها یه توییت زده، این یه روزی در 15 سال پیش معاون وزیر بود، لیدر سیاسی بعضی از جریانات، یه توییت زده که اگر نمی رفتیم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنیم در سوریه، هزینه نمی کردیم، آدم هم نمی رفتن، می تونستیم تو خوزستان ریزگردها رو جمع کنیم. واقعا ما بودجه‌ای داریم توی سوریه هزینه می کنیم برای دفاع از بشار اسد؟ واقعا انسان هایی که اونجا میرن برای پول میرن؟ واقعا افرادی که دارن میرن اونجا دارن میرن از دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع کنن؟ این حرف رو اول کیا میزدن؟ بی بی سی فارسی. بعد کی میزد؟ صدای فارسی رژیم صهیونیستی. بعد کی میگفت؟ وی او ای آمریکا، دشمنان این ملت و دشمنان اسلام. حالا از زبان لیدرهای سیاسی جناح سیاسی در کشور ادبیاتی در میاد که وقتی بنیاد شهید میگه در طول 75 ماه گذشته 1000 ایرانی رفتن اونجا در این عرصه به شهادت رسیدن و ما 1000 مدافع حرم شهید داریم الان، خانواده شهید مدافع حرم، چه حسی بهش دست میده بگن که این نیروها و این پول و امکانات رفته اونجا از اون دیکتاتور دفاع میکنه، اگه اینجا میمون توی خوزستان ریزگردها رو مشکلش رو حل میکرد. از دیروز تا امروز در 48 ساعت گذشته منتظر موندیم که یک کسانی در دولت این حرف رو رد کنن، این بی انصافی ها رو رد کنن، نمکی که میپاشن به زخم خانواده یک شهید مدافع حرم رو رد کنن. شهید مدافع حرم ما برای دفاع از بشار اسد میره؟ دولتی که ناکار آمدی خودش رو در مسئله زدودن ریزگردها یا قطع برق توی خوزستان و غیره نمیتونه حل کنه، چرا جلوی تئوریسین های خودش، چرا جلوی عناصر اصلی حزبی خودش رو نمیگیره که روی زخم خانواده شهید مدافع حرم، جانباز مدافع حرم نمک نپاشه؟ مسئولیت این حرفایی که بعضی از این افراد میزنن بعد میان ادعای آشتی ملی میکنن، مسئولیتش به گردن مسئولین دولت فعلی است. اگر مصطفی تاجزاده شرف و عزت و ناموس و برای چیزی براش مونده تو خونش، بابت اینه که جوانان این ملت بلند شدن رفتن توی سوریه به شهادت رسیدن. دولتی که نمیتونه تحقق شعارهایی رو که داده، وعده هایی رو که تو قالب شعار داده محقق کنه، اجازه میده تئوریسین هاش این مزخرفات رو بار جامعه کنن. من تمام قد عذرخواهی میکنم از خانواده معظم شهدای مدافع حرم بابت جسارتی که جریان اصلاح طلب و تئوریسین های بیشعورش به ساحت مقدس شهدای مدافع حرم مرتکب شدند.